অত <laughs> অগ <laughs> سلام خدمتی شما شاگردان عزیز امیدوارم که جور باشین و صحتمند با برنامه آموزشی درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید امروز درس دوم از فصل چهارم کیمیا سنف هشتم رو در خدمت شما عزیزان هستیم دو سفیر نو سد و شست و نمبر ارتباطی برنامه است که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید اهداف درسی که ما و شما امروز میخواهیم با هم کار کنیم به این صورت است. امروز انواع تعاملات را با هم کار خواهیم کرد که چند قسم تعامل داریم و هر کدام را جداگانه با هم کار میکنیم و معادلات آن را با هم نوشته میکنیم. تعامل فلز با غیر فلز را یاد خواهیم گرفت که چه محصولات را میدهد و در بحث آخر امروز هم تعامل غیر فلز با غیر فلز تعامل غیر فلزات را با هم یک جای کار میکنیم با شروع درس امروز با من همراه شوید و اما تعامل جمعی چه قسمی تعامل است شما در سینفای های در رابطه با انواع تعاملات کار کردین و یاد گرفتین امروز در این درس می یک یاد آوری داشته باشیم در رابطه با انواع تعاملات اولین تعامل که بسیار مهم و پرکاربرد است در درس کیمیا تعامل جمعی است. خب همونطور که از نامش پیدا است تعامل جمعی به تعاملات گفته می شود که دو ماده یا بیشتر از دو ماده با هم تعامل می کند و یک ماده جدید را برای ما با خاصیت جدید تولید می کند. این میشه تعریف تعامل جمعی. نمونه از معادله کیمیاوی که در رابطه با تعامل جمعی میتونیم برای شما مثال بزنیم تعامل گاز نایتروژن با هیدروژن است که معادله را با کمک هم برای تخت سیاه نوشته میکنیم که این معادله را باید یاد داشته باشیم پس اولین تعامل که تعامل جمعی میباشه که گفته شد در تعامل جمعی دو ماده با هم یک جای می شود یک ماده را تشکیل می دهد مثال تعامل گاز نایتروژن با هایدروژن است که در اثر تعامل گاز نایتروژن با هایدروژن گاز امونیا NH3 تولید می شود توزین آن دو اتم نایتروژن در داری قسمت داریم یک ذره بی دو در قسمت قرار می تیم. دو ضرب سه شش تا اتم هایدروژن پس یک ضرب سه هم در این قسمت باید قرار بتیم که سه ضرب دو می شود شش تعداد اتم های هیدروژن توزین می شود این نمونه و مثالی از تعامل جمعی و اما تعامل احتراقی تعامل احتراقی با تعاملات گفته می شود و زمانی تعامل رخ می دهد که یک ماده با اکسیژن هوا تعامل کند و این نوع تعاملات تعاملات احتراقی یا تعامل سوختن هم گفته می شود نمونه و مثال آن می تواند سوختن چوب باشد که چوب یک نوع هیدروکربن است که وقتی با اکسیژن تعامل می کند محصولاتی از جمله گازهای کاربون اکسید تولید می کند و مالکول یا بخار آب را و یک مقدار بسیار زیادی هم حرارت تولید می کند. نمونه ای از معادله کیمیایی که می توانیم در رابطه با تعامل احتراقی برای شما مثال بزنیم تعامل سوختن کربن است که معادله آن را باز بر روی تخت سیاه نوشته میکنیم. پس اگر برای شما گفته شد که مثالی از تعامل احتراقی بگید میشه تعامل سوختن یا تعامل اکسیژن با کاربون است که در اثر تعامل اتم کاربون با گاز اکسیژن گاز کاربون دای تولید می شود توزین, را، توزین آن را هم بخوایم انجام بیتیم معادله توزین شده است تعداد اتم های کاربون در طرف معادله یکسان است تعداد اتم های اکسیژن هم یکسان است پس این یک نمونه از معادله کیمیاوی از تعامل احتراق است و اما تعامل تعویزی تعامل است اما که از نامش پیدا است و تعاملاتی گفته می شود که یک ماده به اجزای ساده تر تجزیه می شود نیمونه و مثالی که میتونیم از معادله کیمیاوی در رابطه با تعامل تجزیهوی برای شما مثال بزنیم تعامل تجزیه برقی مالکول آب است که در اثر تجزیه آن گاز اکسیژن و همچنان گاز هایدروژن تولید میشود که معادله آن را باز روی تخت سیاه با هم نوشته میکنیم پس برای تعامل تجزیوی اگر گفته شد مثال بزنید میشه تعامل تجزیه برقی مولکولی آب که در اثر تجزیه برقی مولکول آب تبدیل می شود با گاز هیدروژن و گاز اکسیژن خب معادله را هم بخوایم توضیح کنیم دو اتم هیدروژن در این قسمت دو تا هم در این قسمت دو اتم اکسیژن در سمت راست معادله داریم یک اتم اکسیژن در سمت چپ داریم پس باید یک ذره دو در این قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های اکسیژن دو تا شود در دو طرف تعداد اتم هیدروژن دو ذره دو می شود چهار پس یک ذره دو هم در این قسمت قرار می دیم که تعداد اتم های هایدروژن شود پس این یک نمونه از مثال مثال معادله کیمیایی در رابطه با تعامل تجزیوی است اگر برای شما گفت مثال بزنید میشه تعامل تجزیه برقی مولکول آب و اما تعامل دیگه که در درس کیمیا بسیار پرکاربرد است تعامل تعویزی است در تعامل تعویزی جای اتم ها در معادلات کیمیاوی تعویز یا عوض می شود با هم دیگر و مثال زر دقت کنید اگر هر کدام از شش زلی های زر را, به با عنوان اتم در نظر بگیرید مشاهده میکنید که شش زلی که به رنگ قرمز رنگ هست با به جای ساختن شش زلی آب رنگ تعامل تعویزی صورت گرفته است شش زلی قرمز رنگ شش زلی آب رنگ را از تعامل به این صورت خارج کرده و خود با به این صورت از تعامل خارج می شود. این گونه تعامل تعامل تعویزی است. نمونه و مثالی که میتونیم در رابطه با تعامل تعویزی برای شما بزنیم معادله تعامل سودیم هست با مالکول آب که معادله آن را برای روی تختصی ها با کمک هم نوشته میکنیم تعامل چهارم تعامل تعویزی است که نمونه و مثال آن تعامل سودیم است با مولکول آب مولکول آب را فرمول مشرح آن را نوشته میکنیم که جای به جای شدن اتم ها را برایتی مشاهده کنید در اثر تعامل سودیم با مولکول آب گازی H2 خارج می شود و سودیم هایدروکساد خب جای به جای شدن اتم ها را دقت کنید اتم سودیم با به جای ساختن اتم هایدروژن باعث می شود که اتم هایدروژن از تعامل به صورت گازش دو خارج شود و خود اتم سودیم با OH تعامل می دهد اچ ای را تولید می کند خب مادر رو می میکنیم برای مالکول آب اگر یک ضرب به دور قرار بتیم تعداد اتم های هایدروژن دو ضرب دو می شود چهار خب تعداد اتم های هایدروژن هم در این قسمت می میکنیم اگر یک ضرب دو در این قسمت قرار بیتیم دو جمعی دو اتم هایدروژن می شود چهار تا و تعداد اتم های هایدروژن توزیل می شود تعداد اتم سودیم در قسمت دو تاست تا پس یک به دو هم در قسمت قرار میدیم تعداد اتم های اکسیژن دو تا در قسمت هم دو تاست. تا به این صورت معادله تووزین می شود به اینجا شما با انواع تعاملات آشنا شدید که شامل تعامل جمعی بود، تعامل احتراقی، تعامل تجزیوی و تعامل تعویزی که برای هر کدام یک مثال زدیم نمونه از معادلات کیمیاوی برای تختستی نوشته کردیم و با هم کار کردیم و توزین کردیم. در ادامه می تعامل فلز با غیر فلز را و همچنان تعامل غیر فلزات با همدیگر را کار کنیم که بسیار مهم است در ادامه با من همراه شوید. و تعامل فلز با غیر فلز زمانی رخ می‌دهد دی تعامل که یک فلز مانندی فلز متان سدیم باشه یا فلز باریم باشه یا هر فلزی دیگه ای. با غیر فلزات مثل چی مثل کلورین برومین، آیودین یا هر نوع غیر فلز دیگر. وقتی یک فلز با یک غیر فلز تعامل می دهد، در اثر تعامل محصول جدید تولید می شود به نام نمک. که یکی از معروف در نمک هایی که ما شما در زندگی روزمرگی استفاده می کنیم نمکی تعام است که دارای فرمول مولکولی NaCl است که از تعامل فلز سودیم و غیر فلز کلورین تشکیل شده است خوب دقت کنید های عزیز در تعاملات فلزات با غیر فلزات توجه داشته باشید در اثر این تعامل رابطه ای که بین فلز و غیر فلز به وجود می آید یک رابطه ای آیونی است که این رابطه ای آیونی را در ادامه برایتون توضیح و تشریح می کنیم که این رابطه چه قسمی تشکیل می شود بر روی تخت سیاه با هم کار می کنیم خب باز به مثال نمک تعام که از مولکول NACL تشکیل شده است دقت کنید نمک تعام از اتم های سودیم و کلورین تشکیل شده است حالا می خواهیم با کمک ساختار های الکترونی که برای اتم های سودیم و کلورین در اینجا برای شما ترسیم شده است توضیح دهیم که چگونه رابطه آیونی تشکیل می شود اتم سودیم رو فلز سودیم را دقت کنید در قشر آخری خود دارای یک الکترونی تاقه است برای اینکه به آرایش الکترونی اکتت یا هشت الکترونی که پایدار هست برسد به دو طریقه میتونه عمل کند یا یک تا الکترون تاقه خود از دست بده که با از دست دادن یک الکترون تاقه قشر آخر حذف می شود و قشر دوم می شود قشر آخر آن با هشت الکترون که حالت اکتید به دست می آید. یا که می تانه اتم سودیم هفت الکترون دیگر را جذب کند که با که جمع یک الکترون می شود هشت الکترون و به آرایش اکتت میرسد. که روش دوم را که هفت الکترون را جذب کند اتم سودیم نمی تاند. چرا؟ چون اتم سودیم یک فلز است. و در فلزات شما یاد گرفتید در درس های قبل که بسیار تعامل دارد که الکترون از دست بیتر تا که الکترون دریافت کند به همین خاطر فلز سودیم با از دست دادن یک الکترون طاقه خود در قشر آخر باعث می شود که به آرایش اکتت برسد وقتی که الکترون از دست می تد دارای چارچی مثبت می شود چون یک الکترون از دست داده پس دارای چارچه مثبت یک میشه که یک را نوشته نمیکنیم اتم کلورین رو دقت کنید در قشر آخر خود دارای هفت الکترون میباشد میتونه با جذب یک الکترون دیگه که با هفت تا جمع میشه میشه هشت الکترون به آرایش اکتید برسد پس یک الکترون رو از اتم سدیم دریافت میکند چون الکترون دریافت کند دارای چارچی منفی می شود چون یک الکترون رو دریافت است میشه چهار چهار منفی یک یک رو نوشته نمی کنیم خب بین آیون این مثبت که یک کتیون است و آیون سیل منفی که یک انیون هست یک رابطه برقرار می شود در نمک تعام رابطه ای که بین دو آیون برقرار می شود رابطه ای آیونی گفته می شود پس نتیجه یاد گرفتیم که هرگاه یک فلز با یک غیر فلز تعامل می کند باعث می شود که رابطه آیونی تشکیل شود اما در دقت کنید شاگردا اما در تعاملات غیر فلزات با یکدیگر قسمی نیست در تعامل غیر فلزات با یک دیگر رابطه آیونی دیگه تشکیل نمی شود به جای آن رابطه اشتراکی تشکیل می شود رابطه اشتراکی در تعاملات غیر فلزات در تعاملات غیر فلزات با یکدیگر رابطه اشتراکی تشکیل می شود مثالی که می توانیم برای بزنیم مثال تعامل گاز هیدروژن است با اکسیژن که در اثر تعامل آن مالکول آب تولید می شود مالکول آب را به صورت فرمول مشرح آن نوشته می کنم که راحت تر رابطه اشتراکی را مشاهده کنید خب و معادله دقت کنید وقتی هیدروژن گاز هیدروژن با گاز اکسیژن می میکند مولکول آب را به صورت OH2 تولید می میکند که رابطه هایی که ما بین اتم اکسیژن و اتم های هیدروژن موجود است و شما مشاهده میکنید رابطه اشتراکی است رابطه اشتراکی یگانه هم هست پس در یاد گرفتین که در تعاملات غیر فلزات رابطه اشتراکی با وجود می آید غیر فلز چی است هیدروژن است و اکسیژن هر دو یک غیر فلز است پس این نکته را به یاد داشته باشید تا به اینجا تا مبحث درس امروز شما این مطالب رو یاد گرفتید در ادامه می در رابطه با مطالب که امروز یاد گرفتید یک سوال با هم کار کنیم سوالی که آورده شده است این قسمی است تعامل پتاسیم را با فلورین، لیتیم را با برومین و مگنزیم را با آیودین توسط معادلات کیمیایی بنویسید و توازن کنید خب سوار را با هم خواندیم می رویم برای روی تختصی سوال را کار کنیم. خب معادلاتی که برای شما گفته شده تعامل پتاسیم با فلورین لیتیم با برومین و مگنزیم با آیودین توسط معادلات کیمیاوی نوشته کنید و توزین کنید خب تعامل اول تعامل پتاسیم هست با فلورین محصولی که برای ما تولید میکند که اف هست توزین میکنیم معادله رو پتاسیم یک تا در قسمت هم یک تا فلورین یک تا در قسمت دو تا پس یک ذریبی دو در قسمت قرار میتیم چون اتم هم در قسمت در سمت راست معادله دو تا شد پس یک ذره به دو هم در این قسمت قرار میدیم معادله دوم را دقت کنید تعامل لیتیم با برومین محصولی که برای ما تولید میکند لیتیم بروماید است خب معادله را اگر توزین کنید در این قسمت لیتی هم یک تا است در قسمت هم یک تا برومین یک تا در قسمت دو تا پس یک ذره دو در قسمت باید قرار بیتید چون تعداد اتم لیتی هم در قسمت دو تا شد پس یک ذره دو هم در قسمت قرار میتید مادله سوم را دقت کنید در معادله سوم مگنزیم با آیودین تعامل می کند خوب دقت کنید محصولی که برای ما تولید می شود ام جی آی دو هست چرا زری ویدیو در قسمت قرار گرفت به این خاطر که فلز مگنزیم مربوط به گروپ دوم از شاگردان مربوط به گروپی دوم است چون مربوط به گروپ دوم است پس در قشر آخری خود دارای دو الکترون می باشد در قشر آخری خود دارای دو الکترون هست وقتی وارد تعاملات یا معادلات می شود دو چون فلز دو الکترون خود از دست می تپ پس دارای دو چارچ مثبت می شود این دو الکترون خود که از دست می تپ به چی می تپ به اتمی برای همه ذریبی دو در قسمت قرار گرفته است خب معادله را توضیح میکنید دو یک اتم مگنزیم در این قسمت قرار گرفته و یک اتم مگنزیم هم در این قسمت آیودین دو تا در این قسمت هم دو تا هسته معادله توضیح شده است از این قسمت معادلات میتونید در خانه خود در کتابچه های خود بسیار زیاد حل کنید تا مهارت توزین کردن را خوب یاد بگیرید. خب یک کار خانگی هم برای تون آورده شده است که این رو در کتابچه خود حل میکنید و برای ما به نمبری که در ابتدای درس گفته شد روان میکنید. کار خانگیتان به این صورت است. کدام یک از مرکبات زیر رابطه آیونی و کدام یک رابطه اشتراکی تشکیل میدهد؟ الف تعامل کلسیم با اکسیژن، به تعامل هایدروژن با اکسیژن و جیم تعامل کاربون با اکسیژن. هر کدام از این معادلات را نوشته می کنید، توزین می کنید و برای ما روان می کنید. خب شاگردای عزیز درس ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند می خدا یار و نگهدارتان باشد.